همکارم لیلا سعادتی در استودیو همراه ما اخبار مربوط به کرونا ایران رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. لیلا، ابتدا از محدودیت‌هایی که داره در شهرهای قرمز وضع میشه بیشتر به ما بگو. ببین، این رنگ‌بندی در واقع قرمز و نارنجی که این چند روز اخیر اتفاق افتاده و تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به یک بار افزایش پیدا کرده، در واقع بیشتر در مراکز استان‌ها هست، از جنوب و جنوب شرقی شروع شده و همچنین رسیده به مرکز مثل کرمان و یزد و رفته رفته به تهران و همچنین به شمال ایران، مازندران و بخشی از گیلان همچنین وارد این در واقع موج پنجم شدن و وضعیت اونجا قرمز شده. ما می‌دونیم که روزانه شاید فقط مبتلایانی که شناسایی شدن شاید حدود مثلا 12 13 هزار نفر هستن، ولی خب میشه گفتش که چند برابر هستش این تعداد موارد. به موضوع این هستش که این محدودیتی که الان داره اعمال میشه برای شهرهای قرمز، مصوبه جدیدی از طرف ستاد نیست، همون مصوبه قدیمی هستش که همون اوایل بحران کرونا ستاد تصویب کرد که برای شهرهای قرمز از این بعد اجرا بشه. ولی ما هر چقدر رفتیم شده دیدیم که در واقع مقررات خیلی نیم بند داره اجرا میشه، به ویژه در مورد تهران. این چهارمین محدودیتی هستش که به ویژه در مورد تهران داره اجرا میشه. فروردین ما همون فروردین 99 اولین محدودیت بود که اجرا شد، البته نوروز هم بود و خیلی سفت و سخت برگزار شد. بعد پاییز گذشته بود آذر ماه، به خاطر اینکه یهو در واقع موج سوم اونجا شروع شد در تهران، به ویژه دو هفته به تعطیلی رفت به ویژه بازار. ولی در فروردین 1400 و اول اردیبهشت دیدیم که دوباره تعطیلیای اعمال شد، ولی همونش که تو خبرم گفتی خب اصلا در واقع انجام نشد، خیلی از مشاغل باز بودن، حتی زیرزمینی کار می‌کردن یا مغازه‌ها در بازار کرکرا نیم بند در واقع بالا کشیده بودن کار می‌کردن و هر روز می‌گفتن چرا ادارات باز هست، بانک‌ها باز هست، ما از کجا بیاریم بخوریم، چه جوری پول پرسنل بدیم، چکام برگشت می‌خوره. الان هم من الان همین الان دیدم که رئیس اسناف اداره تهران گفته که نامه‌نگاری کرده به استانداری که چرا باید بازار تعطیل بشه در حالی که بانک‌ها و ادارات باز هستش یا بعضی از در واقع مشاغل باز هستش. ما در فروردین گذشته که مجبور شدیم ببندیم، بدهی بالا آوردیم، مشکل اقتصادی داشتیم، به دولت نامه نگاری کردیم و هیچ کمک مالی هم دریافت نکردیم از طرف دولت، بنابراین این بار هم ما وارد در واقع بحران اقتصادی خواهیم شد. خب ما میدونیم که همیشه این مشاغلی که بیشتر آرشگاه هستن، باشگاه ورزشی هستن، آموزشگاه هستن، اینا بیشتر همیشه تعطیل بودن. این دفعه هم قرار شده که در واقع در تهران و شهرهای قرمز هم این اتفاق بیفته. فقط در مورد زاهدان هستش که کاملا قرنطینه است از چهارشنبه تا به امروز، ببخشید، البته فقط روزانه فقط این محدودیت رو اعمال میکنن، ولی مشخص نیستش که تا آخر هفته قرار است چه برنامه‌ای برای زاهدان داشته باشن. در رابطه با تهران، اما معاون ستاد کرونای تهران گفته که از 10 روز پیش پایتخت وارد شرایط قرمز کرونایی شده، این رو چطور میبینی؟ ببین، خب واضح هستش که از میشه گفتش از اردیبهشت ما همیشه زمزمه‌های در واقع ورود ویروس کرونا با نوع جهش یافته دلتا از هند در واقع به ایران و شهرهای جنوبی ایران زمزمه‌اش بود که میاد و به همیشه در واقع شوی نوع ویروس‌های مختلف در ایران و همچنین نوع کلاسیک اون همیشه از یک الگوی ثابتی همیشه پیروی کرده. ما همیشه تا همین دوره‌ها، تو این دور پنجم که رسیدیم به پیک پنجم، همیشه تو دوره‌های قبل هم دیدیم که مثلا از خوزستان شروع شده بود، بعد یواش یواش رسیده به مرکز، به رسیده به شمال، رسیده به غرب. مثلا این دفعه مثلا دیدیم که از سیستان، بلوچستان و جنوب شرقی، استان‌های جنوب شرقی شروع شد و رسید به کل ایران و داره در بر می‌گیره، یا در موج‌های قبلی هم از یه جاهای دیگه در واقع شروع شده. همیشه از یه الگوی ثابتی پیروی شده، ولی هیچ وقت هم در واقع نه ستاد نه وزارت بهداشت با اینکه این الگوی ثابت رو می‌بینه، ولی هیچ وقت آنچنان برنامه‌های مشخص و مدعی نداشتن که اون در واقع محدود بکنن و سعی کنن که از شروع و گسترش این ویروس جلوگیری بکنن. موضوع این هستش که ما هم در اینجا گزارش زیادی حداقل در این چند هفته اخیر در مورد این شیوع گونه دلتا گزارش پخش کردیم، اینجا گفتیم، ولی طبق معمول همیشه مقامات در واقع انکارش کردن و همیشه دیر جنبیدن در واقع. ممنونم از توضیحاتت لیلا سعادتی، در استودیو با ما بودیم.